جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. پرورش مهارت‌های استدلالی میان جوانان می‌تواند به یادگیری آنها کمک کند و یکی از راه‌های آن آموزش فلسفه است. در برنامه این هفته جهان آموزش، نگاهی به آموزش مهارت‌های مفهومی و تفکر انتقادی از آغاز کلاس‌ها داریم. برای کسب اطلاعات بیشتر به ما در ایالات متحده و نروژ بپیوندید. کودکان به طور طبیعی کنجکاو هستند و دائما می‌پرسند چرا؟ در هاوایی این طرح به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های فکری خود را پرورش دهند و در مورد پرسش‌های بزرگی که همیشه برای انسان وجود داشته است فکر کنند. پرسش‌هایی درباره موجودیت و هستی. با هم به ایالات متحده می‌رویم. جزیره معروف هونولولو گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند. ما از آنها دور می‌شویم و به مدرسه وایکیکی می‌رویم. این مدرسه ابتدایی دولتی از 20 سال پیش روش منحصر به فردی دارد. بیداری اندیشه و تفکر کودکان اساس این روش است. نظر ما این بود که کودکان را به گونه‌ای تربیت کنیم تا متفکرانی خوب و انسان‌های دلسوز و با ملاحظه‌ای باشند. این عملکرد بر پایه آموزش فلسفه و به ویژه سوالات فلسفی است و از 5 سالگی شروع می شود. توماس جکسون فردی است که این روش غیر معمول را ترویج داده است. برای کودکان مهد کودکی همه چیز جالب و حیرت انگیز است و زمینه‌ای برای سوالات فوق‌العاده آنهاست. اما به تدریج این کنجکاوی را از دست می‌دهند و از کلاس اول یا دوم دبستان تنها به انتظارات سیستم و معلم جواب می‌دهند. برنامه فلسفه برای کودکان هاوایی به معلمان مدرسه وایکیکی که کمک می‌کند تا این روند را تغییر دهند. یک بار در هفته توماس به کلاس لیدیا می‌آید و با آنها گفتگوی فلسفی می‌کند. فکر میکنم وابستگی زیادی بین شما و مادرانتان وجود دارد. آیا فکر میکنید میتوانید بدون مادر خود زندگی کنید؟ نه. اگه از دوچرخ زمین بخوریم و زخمی شیم دیگه کسی نیست به ما کمک کنه. از همه دشوارتر نگه داشتن تمرکز آنهاست. بچه ها خیلی زود خسته می شوند و نمی خواهند به دیگران گوش کنند. از این رو ما از جورج کمک می گیریم. جورج چوب جامعه ماست و ابزاری برای صحبت است. قانون این است که فقط فردی که جورج را دارد می تواند صحبت کند. هدف این است که مهارت تفکر و استدلال کودکان بالا برود. مهارتی که در طول تحصیل در اینجا به کار گرفته می شود. از وقتی به اینجا آمدند به آنها یاد داده شده که شما می توانید فکر کنید و به پرسش ها پاسخ دهید و پاسخ غلط وجود ندارد. در نتیجه آنها احساس توانمندی می کنند و در کلاس خیلی فعال تر هستند. این روش بیشتر برای پدر و مادرها عجیب است. لانی که فرزندان 6 و 9 ساله دارد می گوید در بعضی موارد از سوالات فرزندان خود تعجب می کند، گرچه این افکار را تحسین می کند. آنها خیلی عاقل هستند و نحوه فکر کردن آنها بسیار تحلیلی است. برای مثال هنگامی که می‌بینند یک پرنده از درخت افتاده و مرده، از من می‌پرسند چرا این پرنده مرده، حالا کجا رفته و می‌خواهند عمیقاً درباره این موضوع صحبت کنند. امسال مدرسه ابتدایی وایکیکی در میان 258 مدرسه دولتی هاوایی رتبه دوم را به دست آورد و بر پایه این موفقیت امیدوار است آموزش فلسفه در مدارس دیگر هم ترویج پیدا کند. ما همچنین با سارا گورینگ، استاد فلسفه در دانشگاه واشنگتن صحبت کردیم. سارا حامی آموزش فلسفه از سنین پایین است و معتقد است که کودکان به طور طبیعی فیلسوف متولد می شوند. او از تجربه خود در زمینه آموزش تفکر انتقادی و خلاقانه صحبت می کند. زندگی در آمریکا سرعت بالایی دارد. با این وجود هنوز کسانی هستند که به سوالات بزرگ فلسفی مانند ما که هستیم یا معنای زندگی چیست فکر می‌کنند. به نظر سارا گورینگ این فیلسوفان بالقوه کودکان ما هستند.
کودکان از همان ابتدا افکاری فیلسوفانه دارند. فکر میکنم سوالاتی که آنها به طور طبیعی میپرسند فیلسوفانه است، مانند اینکه اعداد چه هستند و از کجا آمدند، چگونه میتوانند ابدی باشند، برای چه جنگ وجود دارد، آیا خدا وجود دارد و اگر چنین است چه کسی خدا را خلق کرده. و سوالات نامحدود است و همه آنها از نظر فلسفی خوب هستند. سارا یک بار در هفته در مدرسه جان مویر در سیاتل به بچه های 10 تا 11 سال فلسفه درس می دهد. موضوع درس امروز جاودانگی است. بعد از خواندن یک داستان کوتاه، سوالات سارا شروعی برای بحث داغی در مورد زندگی و مرگ و معنای آنهاست. به طور کلی هدف از فلسفه برای کودکان کمک کردن به آنها برای تفکر انتقادی نسبت به مسائل است. با دقت و خلاقانه، امید است که با گذشت زمان آنها یاد بگیرند که با یکدیگر به طور گروهی صحبت کنند و یاد بگیرند با دلیل مخالفت خود را مطرح کنند و همچنین پذیرای رد نظرات خود نیز باشند. سارا با دختر 7 ساله و پسر 3 ساله خود در مورد بعضی مسائلی که در کلاس آموزش می‌دهد صحبت می‌کند. در حال حاضر دخترش علاقه‌مند به درک معنای مرگ است. قبلا می‌پرسید چه پیش می‌آید وقتی آدم‌ها می‌میرند؟ ما آنها را زیر زمین می‌گذاریم؟ آنها زیر زمین خواب هستند، یعنی بیشتر سوالات در مورد نحوه عمل بود. اما حالا این پرسش‌ها بیشتر شبیه چرا ما می‌میریم هستند. تعجب آور است که بچه‌ها ترسی از مرگ ندارند. اتفاقا عاشق داستان مرگ و اردک هستند. اردک ترسیده بود، اما کسی نباید او را سرزنش کنه. پرسید تو اومدی دنبال من؟ من همیشه در کنار تو بودم. ممکن است بعضی از مردم کمی نگران باشند چون نمی‌دانند فلسفه چیست و فکر می‌کنند که برای کودک زیادی دشوار است، یا نگران شباهت آن با مذهب باشند. در این مواقع معمولاً از این پدر و مادرها دعوت می‌کنیم در یکی از کلاس‌ها شرکت کنند. هیچ وقت پیش نیامده که آنها بعد از حضور در یک جلسه دیگر نخواهند کودکشان ادامه دهد. البته برخی هم ادعا می‌کنند بعد از قطع بودجه کلاس‌های موسیقی یا هنر از سوی دولت، کلاس‌های فلسفه یک اولویت نیست. اما سارا معتقد است که حرف آخر را باید به بچه‌ها داد. آنها به درک مسائل کشش دارند و می‌خواهند بدانند چرا در زندگی مجبور به انجام یک سری کارها هستیم و فلسفه این ابزار را به آنها می‌دهد. معلمان و والدین برخی اوقات پرسش‌های مهم کودکان را نادیده می‌گیرند، چه در مورد معنای زندگی و زمان، چه در مورد عدالت. دلیل آن بیشتر این است که آنها واقعاً نمی‌دانند چگونه باید به آنها پاسخ دهند. اولمپیاد بین المللی فلسفه هر سال در نروژ با هدف ترویج فلسفه در سطح مدارس متوسطه و بین دانش آموزان سراسر جهان انجام می‌شود. این رقابت ها تفکر تحلیلی و تبادل فکری را تشویق می کند. اجازه دهید با هم نگاهی به رقابت امسال داشته باشیم. در حالی که شهروندان نروژی روز ملی کشور خود را جشن می گیرند، در ورزشگاه اصلی اسلو 82 دانش آموز از 39 کشور مختلف آماده ی آغاز 20مین المپیاد بین المللی فلسفه می شوند. از میان چندین هزار نفر دانش آموزانی که در مسابقات منطقه‌ای کشور خود شرکت کردند، تعداد محدودی به اسلو آمده اند و برای کسب مقام به رقابت می پردازند. در این مسابقه دانش آموزان 4 ساعت وقت دارند تا مقاله خود را بنویسند. آنها می توانند از یکی از زبان‌های ممکن، یعنی انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی استفاده کنند، ولی نمیتوانند از زبان مادری خود استفاده نمایند. این مقاله باید در مورد یکی از 4 سوژه‌ای باشد که در آغاز به آنها ارائه می شود. هر یک از سوژه ها در مورد یک مسئله خاص و نقل قولی از فیلسوفان بزرگی است که باید توضیح دهند. En filosofisk problemstilling som de skal identifisere. اگرچه رقابت مهم است، اما مهمتر از آن این است که جوانان سراسر جهان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از طریق سخنرانی‌ها و بحث‌های گروهی تبادل نظر می‌کنند و اعتقادات و افکار یکدیگر را به چالش می‌کشند. به نظر من المپیاد تنها نوشتن یک مقاله فلسفی نیست. سخنرانی هایی که در حاشیه آن انجام می شوند بسیار جالب هستند. برای مثال چیزی که 2 ساعت پیش شنیدم بسیار جالب بود. در حالی که دانش آموزان سخنرانی ها و بحث ها را دنبال می کنند، استادها سعی دارند بهترین مقالات را انتخاب کنند و روز آخر در سالن دانشگاه اسلو برندگان را اعلام می کنند. امسال 3 نفر مدال برنز و 4 نفر مدال نقره را به دست آوردند و مدال طلا نیز به 2 نفر اعطا شد.
من تعجب کردم چون فکر میکردم من انشای بدی نوشتم و نگران بودم، اما حالا احساس بسیار خوبی دارم و راحت شدم. واقعا باورم نمیشه، چون وقتی از سالن خارج شدم فکر میکردم خیلی بد نوشتم. خیلی تعجب کردم و واقعا برای این جایزه سپاسگزارم. خب این برنامه این هفته بود. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. فراموش نکنید نظرات خود را در مورد آموزش فلسفه برای ما بفرستید. آیا به نظر شما فلسفه باید در سنین پایین تدریس شود؟ جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.